نظامی مشیری هستم، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز جمعه است و روز ششم از ماه ژانویه سال 2017. در روزهای جمعه مدت یک ساعت خدمت شما هستم. اجازه فرمایید چند بیتی از استاد سخن شیخ اجل سعدی خدمتتون بخوانم و بعد بپردازیم به بقیه مطالب. بله، میفرماید: بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست، بگو اگر گناهی رفت ور خطایی هست. یک جای دیگر میفرماید که گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست، در و دیوار گواهی بدهد کاری هست. روا بود که چنین بی حساب دل ببری، مکن که مظلمه خلق را جزایی هست. به کام دشمن و بیگانه رفت چندین روز، دوستان نشنیدم که آشنایی هست. کسی نماند که بر درد من نبخشاید، کسی نگفت که بیرون از این دوایی هست. هزار نوبت اگر خاطرم بشورانی، از این طرف که منم همچنان صفایی هست. به 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 به. گفت گر عمر من وفا کند ای ترک تند خوی، یعنی زیبا روی تند خوی، چندان وفا کنم که تو ترک جفا کنی. از فروغی بسطامی. سعدی هم می‌فرماید هزار نوبت اگر خاطرم به شورانی، از این طرف که منم همچنان صفایی هست. به درد آتش ماخولیا دماغ بسوخت، هنوز جهل مصور که کیمیایی هست. به کام دل نرسیدیم و جان به حلق رسید، وگر به کام رسد همچنان رجایی هست. به جان دوست که در اعتقاد سعدی نیست، که در جهان به جز از کوی دوست جایی هست. خب خدمت شما عرض میکنم که امروز ایران صحنه ترکتازی روس‌ها شده است. یعنی علناً هواپیماهای روسی میآیند و سوخگیری میکنند و مردم سوریه رو بمباران میکنند و به همراه روس‌ها و در رکاب روس‌ها و به فرماندهی روس‌ها سپاه پاسداران هم جرم و جنایتی کرده است که شما بهتر میدانید. و این آخوندها متوجه نشدند که این روس‌ها به هیچ کس وفا نکردند. در حق ما که همسایه اینها بوده ایم، بزرگترین جنایات را این روس‌ها در حق ما کردند و از 500 سال پیش در اندیشه فرو بلعیدن ایران زمین بودند و همچنان هم در اون رویا هستند به گمان من. این مطلب مناسبات ایران و روس یک تحقیق مفصل و مبسوط و مستوفا می‌خواهد. وقتش نیست و من امروز که می آمدم فکر کردم به قوت حافظه اون چی به یادم هست خدمت شما عرض کنم در باب جنایت روسا در حق ایران زمین. اینا همسایه ما بودن، روسیه تزاری. می رسیم به جایی که دولت مستقل ایران به وجود آمد بعد از دوران مغول و دوران تیموری، که ما اصلا ایرانی دیگر نداشتیم و ایرانی وجود نداشت و نامش گم شده بود، از دفتر و دیوان شعرا هم حتی گم شده بود و هر کسی وطن رو همون شهر خودش میدانست. کرمانی میگفت وطنم کرمانه، سعدی میگوید وطنم شیرازه، اصفهان و اینا ملوک و طوایفی بودن، با هم دشمن بودن، مردم رو علیه هم تحریک میکردن، تا اینکه این خانواده صفویان که از خاندانهای اصیل و بزرگ ایران بودند به کمک شش قبیله ترک که روملو و شاملو و ذوالقدر و قاجار اینها بودن، ایران رو به وجود آوردن و ما پرچم رو دوباره برافراشتیم و تنها ملتی بودیم که از خاکستر تاریخ سر بر کردیم
و روسا هم همسایه ما بودن. در روزگار صفویان اینها وحشت داشتند از قدرت مرکزی ایران و دلاوران قزلباش و شمشیر قزلباشی و دست از پا خطا نمی کردن. بیشتر در واقع مناقشات ما و نبردهامون با ترکان بود، ترکان عثمانی، و چون موضوع وطن گم شده بود در واقع زیر سایه تئوری شیعه، ایرانیان جان میدادن در میدانهای جنگ. در جنگ چالدوران از 27,000 نفر قزلباش دلاور 2300 نفر بیشتر جان نبردن. خود شاه اسماعیل هم چندین زخم برداشته بود و اینها، و سلطان سلیم آمد تبریز هم نشست و چند روز بعد از ترس ایرانیان گریخت، از اونجا گریخت، گفت یه اتفاقاتی افتاده است بایستی من بروم، اما ما مبلغ زمین از دست دادیم. اما صفویان که سقوط کردند و محمود و اشرف افغان آمدند، اینها نشستند با عثمانی ها ایران را تقسیم کردند، نشستند و گفتند و برخواستند، که بزرگان همه مجلس آراستند، نشستند و گفت ایران را تقسیم کردند بین خودشون و عثمانی ها و وارد شدند، کسی هم نبود، تا اینکه شمشیر نادری برقش از خراسان پیدا شد، همه گریختند. در مقابل نادرشاه افشار عرض میکنم همه زانو زدن در واقع، و ما این مرد رو به وجهی که باید ازش در واقع تجلیل نشده است از نادرشاه، به خاطر چند جنایتی که آخر عمر کرد این 4 سال، ای کاش به تیر نیک قدم کشته شده بود نادرشاه در جنگل‌های مازندران و نام نیکی از او به عنوان سردار و یک ژنرال در حد جهانی از او بر تاریخ میماند. اما تا میگویم نادرشاه چسبیده به نادرشاه، این همه فتوحات عظیم کرده، کور کردن رضا قلی میرزا رو ما میدانیم و نفیش میکنیم، به خصوص این توده برادران توده‌ای عزیزمان که آمدند، که خدا عمرشان بدهد، و شروع کردن به تحقیر تاریخ و تخریب تاریخ مملکت. این افتخارات ما که انوشیروان بود و نادر بود و کوروش بود و شاهنامه بود و همه اینها رو خار کردن پیش یکی دو است پیش یکی دو نسل. وقتی شما میگفتید شاهنامه، بابا این بابام فودال بوده، چیز منافع طبقاتیش، از این سخنان لاطائل و سخنان بیمزه و خنک اینا رایج کرده بودن. خب نف کار آسونی سا، نف کردن چیزی کار نداره، که اون چه درد و رنج میبره علم و معرفت است که نیازمند در واقع مطالعات دقیق هست و مقایسه های کتاب ها هست و فرو رفتن در حقایق امور هست. نفیاره این کاری نداره. اینها کلیشه بازی رو انداخته بودن، با 24-5 لغت همه جهان رو تعبیر میکردن برادران توده ایمون. و هدفتان چیست؟ آقا هدف ما این است که ایران رو بدیم به تحویل روسا بدیم. حالا برای چی؟ معلوم نبود. معلوم نبود چرا یه عده بیان مملکت رو تحویل بیگانه بدن، هیچ مزدی هم نگیرن. لااقل میگفتن آقا استالین گفته نفری 15 میلیون دلار به ما میده. استالین گفته آقا ایران که به دست ما افتاد و تمام جهان رو ما گرفتیم و کارنیه و انقلاب کارگری پرولتاریا به قدرت رسید و سعادت در جهان برقرار شد، شما هم به سهمتون رسیدین، خب دیگه به سعادت میرسین، چی میخوان از ما؟ اینم داستان اینها بود. اینها آمدن ایران رو تقسیم کردن بین خودشان و عثمانی ها. بخش مرگ در واقع از اصفهان به این سو هم دست افغان ها باشد، اشکالی نداره، تا نادر پیدا شد یک پیغام داد که یا سپاهتون رو از مرز ایران دور میکنید یا مجبورم یه ویزیتی از شما هم بکنم. همه گریختن. از اینها گذشته یک نامه نوشت به کاترین ملکه روس که من میخوام با تو ازدواج کنم. اونم گفت که این مردک چه میگه آقا، این اصلا ما از این وحشت داریم، چه خواستگاری، چه داستانی. عرض کنم نیست کنم برای تحقیر اینها این کار کرده بود، بعد از اینکه کوپال پاشا رو شکست داد و سر بریده او رو با تنش یک جا کرد و با یک مراسم نظامی باشکوه پیکر کوپال پاشا که بزرگترین جنرال عثمانی بود به خاک روسیه فرستاد، که مقصود داشت از این کار چند مقصود داشت، یکی که عظمت و بزرگواری و سربا
روح سربازی خودشو نشون بده؟ عزیزم اینا لطفاً تلگرام رو بردارید، خواهش میکنم تلگرام رو بردارید، این مشیری در دوتا آی مال ما نیست، تلفن های سرزمین جاوید رو میشه مرحمت کنید بذارید قربونتون برم. نه تلفن اصلا درست نیست، تلفن درست نیست. 972-292-0101 لطفا این تلفن رو بده، 972-292-0101. خب عرض میکردم که کاترین هم گریخت و از ترس نادر و داستان ها گذشت تا رسیدیم به روزگار فتحعلی شاه بی ارزه بی عقل که نشسته بود در ایران و با ناپلئون یک دیکتاتور فاتح اروپا که معلوم نیست تا که با قدرت است. بس هم انگلیس ها هم روسا به وحشت افتادن و نقشه تسخیر ایران را کشیدن و خیانتی که انگلیس ها در اون جنگ اول که در واقع عهدنامه گلستان بود کردن، انگلیس ها حضور داشتن و استخوان لای زخم گذاشتن. معاهده صلح نبود، یک راهی در اون باز بود برای جنگ بعدی که متاسفانه جنگ بعدی هم اتفاق افتاد. طرفه این که روزها آدم میفرستادن که آقا صلح کنیم، این فتحعلی شاه از ترس این آخوندها که من موضوع خیانت این آخوندها رو در تاریخ مملکت ما به زودی مفصل در ته چند برنامه خواهم گفت که اگر جنگ نکنیم ما حکم جهاد میدهیم، خلاصه جنگ درگیر شد. بعدم آمدن زیباترین ایالات ایران رو از ما گرفتن این روس‌ها و سهل است که مخارج جنگ هم از دست فتحعلی شاه بدبخت نقره ها رو بار کردن آوردن به آذرشهر، همین آذرشهر امروزین که دهخارغان گفته میشد در روزگار قدیم، ترازو گذاشتن و با حضور عباس میرزای بیچاره، این مرد دلیر و بزرگوار، تنها قاجاری است که میشه بعد به او افتخار کرد ولی ناکام ماند به جهت اینکه یک مش برادر حسود داشت. از بس این مردک زن گرفته بود، خدا میدونه چند تا پسر داشت و 1500 نوه و نتیجه از این باقی موند. اینا کمک نمیکردن هیچ، دعا میکردن که این شکست بخوره بلکه ولیعت نباشه. و عرض کنم که در همین آذرشهر یا دهخارغان اینجا روس‌ها آمدن و پولا رو گرفتن و رفتن و مرز امروز ایران از عهدنامه ننگین ترکمانچا شد. بس ببینیم یکی پس از دیگری ما چگونه از روس‌ها ضربه می‌خوریم. و بعد ارتش ایران هم از میان رفت، دیگه ارتشی باقی نموند. آقا محمد خان قاجار هم یک ژنرال بزرگی بود که تمامیت ایران رو به خوبی حفظ کرد. روس‌ها می‌ترسیدن، لشکرکشی هرد به تفلیس اونجا رو گرفت. عرض میکنم که عثمانی ها از اون میترسیدن. یه جنرال لایقی بود که اینا رو نگهداری کرده بود این مرد، حالا روح جنایتکارانه داشت بماند اما به وطن خیانتی نکرد از نظر دادن زمین چیزی به کسی، هیچ. ولی فتحعلی شاه اومد دیگه ارتش ایران دیگه صفر، یک مش قزاق هم اینا فرستاده بودن، اینا اینجا که تعلیمات ارتش ایران دست اینها بود و عملا ایران فلج شده بود در دست روسا. بعد میرسیم به روزگار مشروطه. وقتی که مشروطه به میان آمد، روسها بزرگترین دشمن آزادی بودند و وقتی که تبریز قریب یک سال مقاومت کرد، اینها نیرو فرستادن به تبریز به وجهی که آزادی خواهان بعد از جنگ های مکرر از تبریز بیرون رفتن و داستان کوچندگان، این مردان بزرگ و دلاور آذربایجانی که پرچم آزادی رو نگه داشته بودن، اینها از تبریز بیرون رفتن. روس ها آمدن اون چه باقی مانده آزادی خواهان بود بردند و به دار کشیدند و این شجاعان آذربایجان از سقط الاسلام بگیرید تا سایر آزادی خواهان فریاد زنده باد ایران، زنده باد آزادی برمی کشیدند پای دار. و شما این داستان غم‌انگیز رو و شجاعانه رو در این حال بخونید ببینید که این روسا
چه جنایتکارانی بودن، چه مایه خانواده های تبریزی که از ترس به تنور رفته بودن، از ترس اینها نارنجک می انداختن توی این تنورها و می کشتن مردم رو. جنایاتی که اینها در تبریز کردن در صفحه روزگار باقی مونده، در تاریخ باقی مونده. اما مشروطه برقرار شد، مشروطه برقرار شد و روس‌ها دستبردار نبودن. آقای محمد علی میرزا ابتدا فرار کرد به سفارتخانه روس، از اونجا رفت اونجا و بعد روس‌ها بهش توپ و توپخانه دادن توی صندوق‌های بزرگ به جرم به این عنوان که اینها نمیدونم یخچال هست و نمچه هست و وسایل منزل هست، آوردن پیاده کردن در قمیش تپه. این آقا اومد با 20,000 نفر ترکمن با اسلحه روسی حمله کرد به تهران که بخواد تهران رو بگیره. 1500 نفر نیروهای ملی با جنرال شیپ یپرم خان و سردار اسد رفتن و این نیروی 30,000 نفری رو شکست دادن. 500 نفر یپرم فرستاد با قایق از بالای عرض میکنم که دریای مازندران آمدن پشت جبهه، صدای مسلسل ها که بلند شد گریختن. نه تنها او، سالار دوله بود، شاه دوله بود، اینا همه نوکران روس بودن. اما نیروهای ملی به جهت اینکه ملت دنبال اونها بود و اینها برای آزادی و سرزمین ایران جنگ می کردن پیروز شدن. یک مرد برابر 100 مرد بود، سهل است که 1000 مرد. همه دشمنان رو سرکوب کردن و بیرون کردن و روسا به مقصود خود نرسیدن، یعنی بازگرداندن محمد علی میرزا. و خدمت شما عرض کنم که خدا و طبیعت به یاری ایرانیان رسید. وقتی ما رسیدیم به 1917 درگیر بودیم با روسا. اینها وقتی که لنین آمد نیروها رو فراخواند، این روسا از مملکت ما بیرون رفتن. حتی لنین قول داد که تمام زمین های چیز رو پس میده و اون چه تزار استعمارگر چنان کرده، ما آمده این برای سعادت انسان. و اینها گروه روسی بودن، اینها از سال 1906 اینها جستجوگر دموکراسی بودن، همزمان با مشروطه خود ما. منشویک به اینا میگفتن. آقای لنین آمد و همون استالین چاقوکش آمدن که آقا شما به ما ملحق بشوید، ما همون خواسته های شما رو برآورده میکنیم، ما میخوایم دموکراسی باشه. اینها کلا گذاشتن بر سر منشویک ها، اما جنگ در گرفت. اینها اسلحه دست گرفتن در بخش های غربی روسیه، نیروهای آزادی خواه با کمونیست ها وارد جنگ شدن و انگلیس ها هم به اونها کمک میکردن، اما کمونیست ها پیروز شدن و یکی از همین جنرال هایی که در اون بخش مأموریت داشت و فرماندهی داشت علیه کمونیست ها، آقای جنرال آیرونساید بود که آمد و اون انقلاب قضایی 1299 رو در ایران روبراه کرد. باری این اندیشه که روسیه بایستی به آبهای گرم خلیج پارس دست پیدا کند دیگه امروز یک کلیشه است، همه میدانند، چون روسیه هیچ به دریا راه نداره. یک دریای سیاه داریم اونجا که کاملا بسته است، به دریاهای آزاد راه نداره و بغض بسفور که باید از چیز ترکیه رد بشه. بنابراین این آرزوی قدیمی پیتر دی گریت، ما میگوییم پتر کبیر، پیتر در واقع، که آیندگان بایستی دست پیدا کنن به خلیج فارس و چنین و چنان، که البته این آرزو رو تا امروز به گور بردن گذشتگان روسی. اجازه بفرمایید که سپهر گرامی یک موسیقی کوتاه پخش کنند، برمیگردیم بقیه داستان مناسبات ایران و روس. بله چند دقیقه. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر
یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم. با درود مجدد هموطنان گرامی، در باب این روس‌ها صحبت میکنیم و داستان ما فراز و فرودهای تاریخی و خیانت روس‌ها در حق ملت ایران. بله، در ضمن آهنگ در که شنیدید خواننده مرحوم بنان، شعر استاد شهریار. بله، و اینها بدترین همسایگان بودند. یعنی ما در عصر جدید گرفتار روس‌ها بودیم و انگلیسی‌های خوناشام. خوناشام که عرض می‌کنم به معنی کلمه اینا خوناشام بودن. جنایاتی که انگلیس‌ها کردن در دوران در واقع جهانبانیشون، اینا بزرگترین امپراتوری دنیا رو در دست داشتن، از امپراتوری مغول‌ها خیلی بزرگتر بود. و این داستان که آفتاب غروب نمی‌کند در نمی‌دونم سرزمین‌های بریتانیای کبیر، یک جزیره که نمیدونم یک چهارم خراسانه، یه همچی چیزی، حاکم جهان شده بود و دست انداخته بود به ایران. سیاست‌های داخل مملکت، وزرا، هر اتفاقی میافتاد واسه از سفارت انگلیس بیاد و از اون سو روس‌ها. اینا بیشترین زیان‌ها رو به ما زدن. در واقع چون نیک بنگریم تا زمان آقا محمد خان قاجار ما از دنیا عقب نیفتادیم. عقب اونجا افتادیم که علوم عقلی در اروپا ترقی کرد، انقلاب صنعتی آمد و این روس‌ها که همسایگان ما بودن، اینها در این انقلاب صنعتی سود بردن و در واقع علوم عقلی رو توسعه دادن. ما ناگهان خود رو دیدیم که با چماق و تیرکمان و این تفنگ‌های قدیمی رفتیم به جنگ سلاح‌های مدرن. خب شکست خوردیم، وگرنه آقا محمد خان قاجار که از روس شکست نمی‌خورد، نادرشاه که از روس شکست نمی‌خورد، صفویه که از روس‌ها شکست نمی‌خوردن. این عقب افتادگی ما که عمدتاً حاصل ارتجاع آخوندی بود و خرافات بود، اون چنان ما به خرافات غرق شده بودیم و خوابمون برده بود و تهران به قول اون شاعر روسی در زیر سایه درختان از نشعه قلیان چرت می‌زدن و چیزهای دیگه، دنیا داشت حرکت می‌کرد به طرف جلو و ما ذلیل انگلیس‌ها شده بودیم و مملکتی پر از خرافات و ملا و آخوند که حالا باز برگشتن و ببینید که کشور ایران رو به کجا رسوندن از فساد. یعنی به وجهیست ناگفتنی، به وجهیست ناگفتنی. آقا در روزگار سابق یک گردنبند مشهور شد این داستان، گویا نمیدونم مظفریانی گردنبندی داشته، خانم شهبانو رفتن اونجا بخرن، گفته بودن گرونه بس، یعنی داستانم بود، شایع بود، نمیدونم 200,000 تومان چقدر. بعد خانم تیمسار حیب‌اللهی مرحوم رفتن گردنبند خرید، تمام ایران به صدا در اومد آقا فساد ببینید تا کجاست که یه جنرال رفته خانمش گردنبند. حالا ببینید اوضاع چه خبره که روز روشن میلیارد میلیارد غارت میکنن. من که دیگه تعداد این صفرها رو که جلو این ارقام مسروق است، من که نمیفهمم این ارقام چقدر است واقعا. 800 میلیارد در واقع اوج شکوفایی و داستان پول نفت در این دوره این احمدی نژاد بوده، 800 میلیارد دلار ملموس کجا رفته؟ ملایان حریص گرسنه دنیا پرست فاسد که خمینی گفت اهالی جهنم از دست آخوند رزل و تعفن او در عذابند، که این حرف خودشه، من روی تلفنم دارم به خودم نشون میدم، سخن خمینی است. حالا حاکم شده سر تا سر مملکت، هیچ دانسته نیست سرنوشت ایران زمین به کجا خواهد رفت. و ما از بس از این آخوندها وحشت میکنیم فراموش کردیم که این سرزمین ماست. آقا یک طرف معادله این دزدان هستن، تعدادشون فرض کنین 1,000,000 نفر، این سوی معادله ما هستیم، تعدادمون چقدر؟ 80 میلیون نفر.
باری بعد میرسیم به روزگار جدید. اینها در سیاست ایران دخالت میکردن و هر کار سازنده که میخواست در ایران بشود این روس ها مظاهر میشد. نمونهش آوردن دکتر شوستر برای سر و سامان دادن به وضعیت اقتصاد ایران. شوستر آمد با تیمش، مرد شریف و بزرگوار. اینا دوتا آمریکایی بودن که به دعوت دولت ایران برای سر و سامان دادن به اقتصاد و بالانس کردن باجت در ایران، بودجه، آمدن به ایران و هر دو تن هم کتاب نوشتن. اسم کتاب شوستر سافکیشن آف پرشیا، یعنی خفه کردن ایران، که محصولش روسا بود. آمد یک نماینده از خودش فرستاد به تبریز و یک انگلیسی هم البته همراهش فرستاد. روسا معترض شدن، لشکر کشیدن، مجلس زیر بار نرفت. اما دولت ترسید، خانم های ایرانی اسلحه بستن رفتن در مجلس. ایران اونجا یه پارچه شده بود. بچه های 10 ساله اسلحه گرفته بودند که به جنگ روسا بروند. بچه های تبریز اسلحه گرفته بودند که بیان کمک کنند به مرکزی ها جلو روسا. یعنی مردم حس مالکیت میکردن. وقتی شما حس مالکیت بکنی جانت رو خیلی راحت فدا میکنی، چون حس اهمیت میکنی، حس مسئولیت ملی میکنی. دیکتاتور این مسئولیت ملی رو از مردم سلب میکنه. هر کسی دنبال خودش میره، به مویز و جوز مزخرف روزمره دل خودش خوش میکنه، چون امکان دخالت ملت رو در سرنوشتش نمیدهد و از اون میگیرد به خودش. لشکر کشیدن که آقا ما میایم و تهران هم میگیریم. طوری که بیچاره احمد شاه و اینها گفتن که ما منتقل کنیم خودمونه به اصفهان، یک گروه پیدا شدن به سرپرستی مدرس. مرحوم مدرس مرد بزرگی بوده، حالا عمامه داشته باشد. بعضی از ما انقدر جاهلیم که خیال میکنیم که هر کسی چیزی به کلش بوده این حتما خائن بوده. رفتن به کردستان که اونجا تعلیمات میدیدن. یه عده رفتن قم از ترس روسها و اینها. بالاخره یوپرم خان آمد و کودتا کرد، در واقع مجلس رو درش بست و دولتیان آمدن و این التیماتوم روس‌ها رو پذیرا شدن و دکتر شوستر رو از بیرایان بیرون کردن. عارف قزوینی گفت وای از آن خانه که مهمان ز سر خان برود، ای عزیزان مگذارید که مهمان برود. گر رود شوستر از ایران رود ایران برباد. یه شعر خیلی بلندی است عارف قزوینی، و به جرم همین شعر بعدها فرستادنش همدان گرسنگی بخورن دوران دیکتاتوری. تو آقایون روسا برگشتن، دکتر شوستر از ایران بیرون کرد. یعنی ما انقدر ضعیف و بیچاره بودیم و اینها انقدر همسایگان بدی بودن که یک دکتر شوستری رو بر نمیتافتن که کارهای خیلی مهم میکرد، در بودجه رو بالانس کرد و حقوقا رو مرتب میداد و یک نظم و ترتیبی کرد، مالیات ها رو گرفت. اینها، حالا اینا رو گفتم یک مطلب میگم، یه باغ خیلی بزرگی بود مال شاه و سلطنه، از همین خیشان نزدیک ناصرالدین شاه بود، نمیدونم پسرش بود شاه، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، حالا باید نگاه کنم. چند تا ژاندار گرفت، قدرت مطلق داشت شوستر، رفت اونجا که زمین رو بگیره مصادره کنه. روس ها آدم فرستادن، قزاق فرستادن، ژاندارمای ایرانی رو بیرون انداختن به پشتیبانی شاه و سلطنه. ولی به هر صورت شوستر مرد کارآمدی بود، ایران رو بسیار دوست داشت، بسیار مرد شریفی بود، اون رو بیرونش کرد. یعنی تا این حد ما بی اختیار بودیم از دست روسا. و بعد هم خدمت شما عرض کنم که جنگ جهانی شد. این استالین
بهانش این شد که من قرار شد در مصر بشه این دیدار سه بزرگ. گفت من نمیتوانم از جبهه های جنگ دور بشوم. ارتش چند میلیون نفری آلمان اونجا در حال جنگ بود و اینا آمدن به تهران. کنفرانس تهران خیلی مشهوره. روزولت بود، چرچیل بود، آقای استالین بود. اینا وقتی که حسن شاه ایرانم خب یک جوانی بود. رفت به دیدن اینها، شاه رو تحویل نگرفتن. این سه بزرگ به خصوص چرچیل و روزولت به هیچ وجه من الوجود توجهی نکردن. استالین خواست از اینجا سوء استفاده سیاسی بکنه، با شاه صحبت کرد و گفت من میخوام بیام دیدن شما. و آقای استالین رفتن با شاه ایران صحبت کردن که شما هر چه میخواهید ما در اختیار شما میگذاریم. شاه رو امیدوار کرد و بعد که بررسی کردن دیدن گفته است مثلا به ازای هر تانک روسی 50 نفر روسی هم باید باش وارد بشه. یه همچی چیزی یا اصلا نمیشد این پیشنهاد رو پذیرفت. اینم پیشنهاد استالین بود در کنفرانس تهران. و قرار بر این شد که وقتی صلح فرا رسید و توپخانه ها در واقع خاموش شدن در میدان های جنگ اروپا و آسیا، شش ماه بعد از این داستان متارکه آقایون تشریف ببرن، نیروهای انگلیسی، نیروهای آمریکایی ببرن به شرحی که همه ما میدانیم و شما احتمالاً بهتر از من میدانید. آمریکایی‌ها رفتن، انگلیسی‌ها هم رفتن و روس‌ها ماندن. دو جمهوری هم در ایران تشکیل دادن، یکی در تبریز، یکی هم در مهاباد. و وقتی که ارتش ایران خواست بره اونجا، جلوشون رو گرفتن و برشون گردوندن و روس ها ماندن که بمانند. و یه پیشوری خائنی هم پیدا کرده بودن اونجا، اینو گشته بودن رئیس، اون برای خودش اونجا کارها میکرد. این قاضی محمد بیچاره، این قاضی محمد انسان بزرگی بود و کردها به او بسیار علاقه داشتن. او هم در مهاباد اگه اشتباه نکنم او هم این فریب رو خورده بود و عرض کنم که جمهوری درست کرده بودن اونجا و خیال رفتن نداشتن. اما شانس ایرانیان، آمریکا مونوپولی اتمی داشت در اون روزگار، روسا هنوز 3-4 سالی مانده بود که مسلح بشوند به نیروی اتمی. مشهور است که هری ترومن که رئیس جمهوری بود شب تا صبح قدم زد. آخه با روسا خیلی خوب بود ترومن و دوست داشت اینها رو. و یه بار دیگه عرض کردم وقتی صحبت استالین میشد، آخه استالین قد کوتاهی داشت. توی فیلم ها عکس ها که مونده میبینیم استالین یه قولیه، اینا رو عکاس ها درست میکرد. یه آدم قد کوتاهی بود، میگفت You don't know how much I like that little son of a bitch. دوست داشت. باری اون شب تا صبح نخوابید و گفت من از بس ناز اینها رو کشیدم خسته شدم. البته در سازمان ملل هم یک اقداماتی شد و یک التیماتوم صدا کرد آقای کاسیگین که بعد شد رئیس کل، اینجا در واقع امباسادور بود. میگویند 6-6.5 صبح رو احضار کرد، گفت یا 24 ساعته ایران رو تخلیه میکنید یا خود دانید. و وزیر جنگ آمریکا، گفتن وزیر جنگ، بعد شد وزیر دفاع، یک تهدیدی کرد علنی و روس‌ها از ترس 24 ساعته تخلیه کردن که بعد ارتش ایران توانست بره اونجا، که متاسفانه مثل یک ارتش متجاوز رفتار کرد در بسیاری موارد. متاسفانه. و پادشاه ایران که رفتن اونجا، من شنیدم بعضی آدم‌ها بچه‌هاشون آورده بودن که قربانی کنن، انقدر علاقه‌مند بودن به پادشاه در اون روزگار. البته در کردستان هم که قاضی محمد رو به دار کشیدن و این عمل بسیار بسیار عمل بدی بوده. شما نمی روید آدمی که اشتباهی کرده و مورد علاقه مردم بزرگوار کردستان هست رو به دار بکشید. این جز
حس گریز از مرکزی چیزی به وجود نمی آورد. کشور بزرگ مثل ایران و یک امپراتوری بزرگ بایستی که آقا دست اندر کاران یک سیه صدر یک بزرگواری هم یک جایی نشان بدهند، نه اینکه هر کسی نوای مخالفت سرداد یا یک کاری کرد بگیریم جانش ازش بگیریم. من امیدوارم یک روزی برسد که ایران بدون درجه از تمدن برسد که این حکم اعدام رو لغو بکنن، اما تا زمانی که استبداد هست امکان نداره چنین چیزی، چون اولین کاری که مستبد میخواد بکند حذف فیزیکی مخالفان هست. قاضی محمد هم به دار کشیدن، یعنی روسا شرشون رو کندن به هر صورت، اما رهامو نمیکردن که حزب توده رو راه اندازی کرد. حزب توده، من این رو نمیگویم که هر کس توده شد آدم بدی بود، اما طرح حزب توده و ایدئالهاش خائنانه بود، خائنانه بود. چون وقت نداریم عرض میکنم، اینها اون زمانی که بایستی به نهضت ملی کمک میکردن و پشت سر مظهر در واقع آزادی و دموکراسی ایران میستادن بهش خیانت کردن، اون زمانی که میبایستی از خمینی فاصله میگرفتن، خلخالی رو نامزد جمهور کردن، پشت سر خلخالی ایستادن و شروع کردن به اینها یاد دادن چگونه محاکمه کنی، چگونه بکشی. این آدم کشی رو این گروه های سیاسی ها داخون داده. حالا اصل دیگری است، چپتر دیگری است، فصل دیگری است از حقبازی روس ها و این آخوندهای جاهل نادان که تکیه کردن به روس ها. در واقع خیانت به جنایت تکیه کرده، به قول ناپلئون خیانت به جنایت تکیه کرد. روسا تکیه کردن به آخوندها، مردم ایران از روسها بیزار هستن و شما هر کار بکنید مردم ایران به آمریکایی ها علاقه مندن. آقا چون رد پای آمریکایی ها جز مسئله کودتای 28 مرداد رد پای سازنده بوده، شیوه زندگی آمریکایی رو دوست دارن چون دموکراسی است، حالا با همه معایبش. یک کشور مدرنه. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، با سپاس از شما که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.